مؤمن بعد از مرگش هم در حال تربیت شدن ها، یعنی مؤمن همین الان تو محشر، تو برزخ در حال چیه؟ تربیت. آره. خیلی مهمه، آفرین. چون سیر الالله ته نداره، لایتنهایی خدا بی نهایت. اهل بیت هم هر جمعه بر دانششون افسوده میشه، روایت داریم بخونید باب علم اهل بیت. خب این یعنی چی؟ یعنی قبلش نمیدونستن؟ نه، این از اون جنس این چیزای دانستنی های ما نیست. مثالی که بنده میزنم برای شما اینه، میگم ما یه سه چاله هاییم کنار دریا، یه دریا فکر کن که چیز چاله خشکن، آرتش یه خورده، یکی آب گلالود داره، اون یکی یه خورده لجن بسته، اون یکی گله، اون یکی خوش شده، ها اینجوری مد میشه، آب میاد بالا، این چاله ها چی میشن؟ پر آب پاک میشن، رهایی پیدا میکنه از اون کثافت هاشون. خب پس اون دریا اینقدر داره که این، یعنی اون نیازی که این چاله ها دارن چیکار میکنه؟ جواب میده. اما نکته جالب اینجاست که به این دریا هر روز و هر شب داره آب میریزه، رودخونه هایی هست داره میریزه. اصلا شما، من و شما هر بار که داریم صلوات میفرستیم دقیقا همین رو طلب میکنیم خدا دیگه، این بیشترش کن، ورفع درجت، از بیشتر، از واضح‌تر. پس اون آب از جنس نیاز ما رو همین برطرف میکنه، سرمون هم زیاده. خب هر بار من و شما به دریا وصل بشیم، به واسطه دریا و او رودخونه ارتباط داریم. بلوز ما روایت فراوان داریم غیر قابل چشم پوشیه که هر شب جمعه بر علم امام افزوده می شود، و اینم به این صورت که اول به آقا رسول الله داده میشه، به همین ترتیب به معصومین داده میشه تا میرسه به امام زمانه. هر وقت اگه زمان امام صادق بوده میشه امام صادق، و حالا که در زمان آقا صحابه زمان هستیم به ایشون. پس این ادامه داره همینطور. اصلا در بهشت هم سیر الله ادامه داره. ببینید نماز خوندن اینجور چیزا نیست. خب همین دیگه، به واسطه اهل بیت.